سلام، امروز میخوایم در مورد بیسیک ترین گرامر زبان انگلیسی صحبت کنیم. زمان simple present tense، زمان حال ساده. خب فرمولش رو که همه بلدین، همه جمله های انگلیسی با subject فاعل به اضافه main verb شروع میشن. فعل مثل فارسی، من غذا میخورم، من میرم، من اومدم. انگلیسی هم همینطوریه، فقط و فقط اگر سابجکتتون third person singular یا سوم شخص مفرد باشه، اون موقع به آخر فعل s یا برای بعضی از فعلها es اضافه میکنیم که بعد در تلفظش بعضی وقتا صدای s میده، بعضی وقتا صدای z میده مثل reads، بعضی وقتا صدای s میده مثل teaches as. خب برای منفی و سوالی کردنش از do و does، do برای همه فاعل ها غیر از سوم شخص مفرد و برای سوم شخص مفرد از does استفاده میکنیم. کجاها کاربرد داره، کجاها استفاده میشه، الان میگم بهتون. 5 تا کاربرد داره زمان حال ساده. اولین کاربردش واسه وقتی هست که میخواین در مورد روتین اکتیویتیز حرف بزنین، your daily life، این که من صبح ساعت چند بیدار میشم، شبا قبل خواب پیانو تمرین میکنم، هر هفته مامان بزرگمو میبینم، هر ماه میرم سینما، یا اگه تو آزمون آیلتس ازتون پرسیدن در مورد یکی از سنت ها تردیشن های کشور خودتون حرف بزنید و مثلا شما شب یلدا رو انتخاب کردین، چون هر سال تکرار میشه باید از زمان حال ساده استفاده کنید. کاربرد بعدی permanent situation برعکس temporary. permanent یعنی شرایط دائمی، شرایطی که تغییر نمیکنه، مثل شغل آدم ها، likes و dislikes مون. I teach English، I like pizza. فرق دو جمله I live in Tehran and I'm living in Tehran در موقتی و دائمی بودنشونه. تو ذهن یک انگلیش سپیکر وقتی شما میگین I'm living in Tehran، این میاد تو ذهنش که حالا شما اینجا به خاطر یه وکیشن اومدین یا on business trip هستین، یک کاری دارین و برمیگردین هوم تاونتون. اما وقتی میگین I live in Tehran، یعنی که you were born in Tehran، you were raised in here and you're planning to stay here for a while or maybe forever. Yeah? خب کاربرد سوم واسه وقتی هست که میخواین در مورد facts حرف بزنید. facts یعنی قوانین ثابت شده علمی، مثلا water boils at 100 degree. water رو سوم شخص مفرد در نظر گرفتیم، به آخر فعل boil جوشیدن s اضافه کردیم. facts or generally accepted truth، این یعنی چی؟ یعنی حقایقی که عامه مردم قبولش دارن. درسته که یه قانون نوشته شده واسه شون نیست، اما عامه مردم یک جامعه قبولش دارن. مثلا شما هر جا میرید میگن دانشجویی حساب کنید، به همون تخفیف دانشجویی بدید. خب این یعنی این که بیشتر آدم ها قبول دارن که دانشجوها زیاد پول ندارن. Students don't generally have much money، از زمان حال ساده استفاده کردم. کاربرد بعدی to give direction یا direction، هر دو تلفظ درسته، or instruction. خب direction که کسی ازتون بپرسه where is the post office، you say go straight ahead، turn left، turn right، past the church، همش دارید حال ساده آدرس میدید. instruction هم حالا شما هر چیزی که بخرید یه بروشور داخلش داره، اگه اون instruction رو نگاه بکنید تموم زمانها حال ساده است. یا اگه کتاب آشپزی رو ورق بزنید میبینید که تمام اون رسپی غذاها به زمان حال ساده است. پس اگر بخوایم دستورالعمل یه چیزی رو بگیم، بخوایم رسپی یه غذایی رو بگیم، باید از زمان حال ساده استفاده کنیم.
که اتفاقا از سوالای پرکاربرد یعنی پر تکرار آزمون آیلتس هست که What's your favorite food and how do you make it؟ و کاربرد آخر to tell stories، وقتی که بخواید داستان تعریف کنید، شما یه فیلمی دیدی، یه کتابی خوندی، یا آزمون آیلتس ازت میپرسن What is the most exciting movie you've ever seen؟ از لحظه‌ای که وارد داستان اون فیلم یا کتاب میشید، همه زمانهاتون رو برگردونید به زمان حال ساده. برعکس زبان فارسی ما میگیم یکی بود یکی نبود، میگیم توی فیلم یه خانومه بود، این کار رو کرد اون کار رو کرد، اما تو انگلیسی میگیم There is a woman in the movie. She falls in love with a man. They get married and they live happily ever after. See you!